جلسه های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع و حضرت آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی دام در شب های عظیم رمضان 1443 بعد از پنج شب وقفه به دلیل مراسم احیا دوباره از سر گرفته شد شب گذشته این جلسه علمی در بیت مرجعیت شیعه در شهر مقدس قوم برگزار و از شبکه امام حسین علیه السلام به صورت مستقیم پخش شد در ابتدای جلسه دیشب موضوع زکات نماز و روزه شخص بیمار و مسئله حق و ناس مطرح شد که بزرگ مرجع جهان تشیع به آنها پاسخ دادند سپس سوال دیگری پرسیده شد با توجه به روایاتی که قرض گرفتن را ناپسند می شه مرند چگونه مدام امر به قرض گرفتن برای امر دین می کنند حضرت آیت الله العظما شیرازی دام از پاسخ فرمودند ببینید بحث بحث تزاحمه قرض برای حج مستحبه بلا اشکال روایات هم داره فقط ایشون یک صغرایی را فرمودن که استفاده از ادله کردن از باب المؤمن اعز علی الله من الکعبه که این صغراه در این مورد که اگر قرض برای مؤمن داشته باشه اصلا مستحب نیست این قرض برداشت ایشونه همون جا ببینید دی... تو ذهنم اینا حاشیه دارن بعضی فقها ها یعنی این برداشت شخصی این فقیه جلیل القدر شک نیست صاحب که از فقهای بزرگ ماست اما برداشتش در این صغرا اینه حالا ممکنه همه اینجور نباشن معظم الله در ادامه افزودند در تاریخ معصومین علیه مسلم نیز آمده که بعد از شهادت مقروز بودند و معصومه بعد از ایشان آن را ادانه موده است در ضمن جلسه علمی شب گذشته از استدلال به تأسی وجوب فدیه رحم اجاره و حکم تجسس به اقتضای وجوب امر معروف و نهی از منکر پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دام پاسخ این سوالات را دادند